ولی توهین به مقدسات دین اسلام، اخلال در امنیت جامعه، درگیری با امام جماعت محلتون، درگیری با بسیج محلتون که نمیدونستم اینا باعث چیه. بهش گفتم درگیری که من با آخوند محلم داشتم سر ناموسم بوده، سر زنم بوده، ولی چون تو بسیج یا تو ادارات تو نیروی انتظامی هیچ حقی ندارم به کسی که لباس آخوندی تنش میکنه حرفی بزنن، حتی بدترین جنایات هم بکنه هیچ حرفی بهش نمیتونن بزنن، چون میگن لباس رهبر، لباس پیامبرا رو تنش کرده، هیچ حرفی نمیتونن بهش بزنن. بعد از یک ماه دوباره صحبت ها که شد، دستبند و پابند و چشبند رو زدن، سوار ماشین کردن و گفتم باید برید دادگاه، دادگاه دیگه باید تصمیم بگیره. دادگاه من تو فرودگاه بود، زیر نظر اطلاعات کل کشور بود، مجتمع قضایی ویژه 1610 صابری ظفرقندی، تمام اعدام های ملای عام هم این قاضی میداد. نمیدونم سر چه موضوعی بود که منو اونجا فرستاده بودن. رفتم اونجا و بعد پیش خودشم نرفتم، وایستاده بودم بیرون، گفتن این یه برگه که برگ حکم توه. اوندم چیه؟ گفت بعدا بهتون میگیم، میخوان ببینن فقط شما رو. رفتم تو، نگاه کردش منو، فقط به وضعیت ظاهری نگاه کرد، با یه لحن بدی فوش هم داد بهم، گفت گم شو برو بیرون. اومدم بیرون وایستادم، بعد ماموری که منو برده بود گفت شما باید 5 سال حبس تعزیری دارید تو این پروندتون، 72 تا شلاق حد، 82 تا حلاق شد، 72 تا تعزیری و 15 میلیون جریمه نقدی باید بشید. گفتم به چه دلیل؟ گفت به اون دلیلایی که دیروز بهتون گفتن. گفتم من میخوام با قاضیم صحبت کنم، وکیل داشته باشم، یه کسی که دفاع کنه، من کاری نکردم. گفت شما هیچ حقی حرفی ندارید، بعد ساکت باشید، هیچ حرفی ندارید، وگرنه دوباره بدتر میکنید کارتونو. چون خود مامورا هم میشناختنش و بعد از اینکه من اومدم بیرون تحقیق کردم، قاضی بود که رو شمارش کاشیهایی که میرفتن طرفش حکم زندانی میداد، تعارف میکرد به متهم برای یه چای خوردن به تعداد قندهای همون زندانیش میکرد، به شمارش دکمه ها زندانیش میکرد، یا حبسه بلند مدت یا اعدام ها، تمامی اعدام های ملای عام و قاضی ظفرقندی میداده. بعد از اینکه دیدم ماموره که منو برده اینطوری میگه بدتر میشه، میفرستتون زندان بدتر میشه، هیچ صحبتی نکردم. گفتم خب الان باید چیکار کنیم؟ گفت شما باید برید دست اطلاعات دوباره که اجرای احکام ببرنتون. دیگه دست خودم نبود، دیگه بردنم خواه ناخواه، دیگه بردنم تحویل دوباره مامورای اطلاعات دادن. مامورای اطلاعات بردن قسمتی از اجرای احکام. رفتم اونجا و گفت شما حبستون تعلیق شده، یعنی اولین پرونده کوچیکی که داشته باشید حبستون اجرا میشه، 15 میلیون جریمتون هم اون موقع باید بدید چون تعلیق بستن. کدوم قسمتشو؟ برگه محکومیتی که به من دادن نشون دادن نوشته بود 15 سال حبس تعزیری، 72 شلاق تعزیری و 82 ضربه حد، 15 میلیون جریمه نقدی. خب من یه مقدار خوشحال شده بودم چون نوشته بود تعلیقی و نباید اینا را همین الان شلاق می‌خوردم یا زندان می‌رفتم. بعد از اینکه رفتیم اطلاعات و تحویلم دادم دوباره به مامورای اطلاعات، گفت بعد ببریمتون اجرای احکام. گفتم دلیلش چیه؟ اینا همه تعلیق شده واسه من، اینا یعنی بعد اولین جرم دیگه ثابت شه بعد بشه اینا. گفت نه، شلاقتون رو باید بخورید،
5 سال حبستون با 15 سال ضمانتتون رو بعداً تعلیق بشه. اگه کوچکترین جرمی شما مرتکب شدید باید اینا رو بکشید. دیگه اونجا هم دست خودم نبود. دوباره دستبند، پابند، چشمبند رو زدم. Sorry to interrupt you, sir. Mr. Bodell. Yes. At the beginning of this session in the afternoon, I suggested that 15 minutes be given to each one of the witnesses. And you opposed that and said, well, we better apply the Anglo-Saxon way of putting questions. You ask one question, and here this witness has now been talking for about 20 minutes uninterruptedly. La dernière question, il lui reste encore une minute, mais c'est effectivement comment je vois maintenant. When did you leave Iran? من برج ده سال 82. D'accord. Et where do you live now? What does it mean in در پاریس. Do you have the status of political refugee? Ben. Nam? Oui. Oui, d'accord. 2003. Bal. Oui. De réfugié politique, d'accord. Bon. Et ça, on n'a rien compris. Alors, il y a un moment où il a parti en Iran il y a 9 mois. Ouais, ouais, can you repeat? When did you leave Iran? Et il a ses papiers de réfugié politique. Micro, s'il vous plaît. Micro. Translating table of the Iranian years, what means 1360? 21 years. What are you? At 21 years. 600. Now, 1321 to Iranian page, and become to Persian. No, the first two, then 1300 something, 1900, forget about the 1900 and 1300. You just add on 21 years to the Persian. D'accord. So 82 becomes 2000. So 60 becomes 81. C'est impossible. Non, c'est impossible. Venez. Expliquez-nous. Qu'est-ce que ça... Maintenant, d'accord. On est en 2004. Dans l'année de l'Égypte, ça fait combien? Ça fait 1383. 1383. Donc, c'est 2004, c'est 1383. D'accord. Bon, alors maintenant... Et d'accord. Bon, alors donc, il suffit de... Alors, qui est Iran? Attends, si on rajoute 21 ans à 82, ça fait... Ah oui, 2003. Il a quitté l'Iran en 2003. How old are you? Et il a... s'il est né en 80, ça. Il a 23 ans. C'est ça? Ouais. When did you get married? When did you get married? اواخر خدمتم به خاطر دوری از اون مسائلی که تو خدمتم بود. چون من خدمتم یه سری سوء استفاده ها ازم کردن. بیماری سیاه‌زخم اومده بود که شایع شده بود بطر سران ارگان ها میفرستادن. چون من در عقیدت سیاسی نیروی انتظامی خدمت میکردم به خاطر وضعیت فیزیکی که داشتم انتخاب کردنم واسه باز کردن این نامه ها. 3 نفر بودیم در معرض مرگ و نمیدونم چه مریضی بود قرارمون میدادن. هیچ درجه داری این کارو نمیکرد. یعنی کار یه سرباز نبود. When did you get married? How old are you when you were married? 20 سالگی.
vous pouvez lui reposer la question en persan parce qu'il n'a pas entendu. Il avait 20 ans. 20 ans, d'accord. Bon, d'accord, il avait 20 ans au moment de son mariage, d'accord. Et c'était en quelle année? Et c'était en quelle année? 80. برج 80 بود. 2000, year 2000. Mais c'est pas très grave. Madame, you have other questions? No. Anyone else here from the bench? Yes, please. Yes. Yep, who are you? I'm sorry, really sorry. Si je pose une question très difficile, mais c'est quelque chose qui que la traduction malheureusement nous a empêché, me semble-t-il, de comprendre clairement. Quand votre femme travaille pour le centre culturel, ce qui est une des trois conditions pour que vous soyez relâché. J'ai cru comprendre de la traduction que le mollah qui vous surveillait avait pris votre femme. C'est à peu près la phrase qu'on a entendue par la traduction. Et ensuite, vous expliquez je suis désolé. Hein. Quoi ? Vous expliquez des tentatives de viol. Je sais que c'est cruel, mais je voudrais savoir si effectivement ce mot-là vous a pris votre femme ou pas. Exactement. Sa femme, donc, est mariée aujourd'hui au mot-là. Elle est en Iran, il a quitté sa femme parce que mot-là voulait avoir la femme. Il a expliqué ça exactement. Bad. John. زن من تو اون قسمت تدریس کامپیوتر میکرد و مسئول اونجا همون آخوند بود به خاطر همین گفته بود که از من چون یه مقدار وضعیت اقتصادی من نسبت به اون آخوند خب پایین تر بود به خاطر سنی که داشتم گفته بود من ماشین میخرم خونه میخرم یه زندگی بهتر واسه درست میکنم اصلا طلاق بگیر بیا من خودم باهات ازدواج میکنم اون به درد تو نمیخوره از جوونی اون دختر استفاده میخواست بکنه از خوشگلی زیبایی که اون داشت خیلی هم قشنگ بود میخواست استفاده کنه به خاطر نمیدونم فقط چی خواستش رو نمیدونم چی بود Demande, toi. Je vois pas son tortionnaire. Non, je crois que c'est ça. Non, mais il faut remercier le témoin pour le courage qu'il a eu. Oui, bien sûr. Ouais. De venir témoigner. So we can leave it here. Thank you very much, Mr. Panahi. Thank you. منم از شما از قضات محترم تشکر میکنم به خاطر اینکه حرف منو شنیدید باری که بود خیلی سبک شدم این سری از شما تشکر میکنم از جناب دکتر گنجی تشکر میکنم که جای پدر من میمونه اینجا واقعا تشکر میکنم که حرف من پناهنده و خیلی از جوانای ایرانی که بیشتر از من مشکل دارن من یک ذره کوچیک از این مشکلاتو داشتم و به دادگاه بین‌المللی میخوام مطرح کنم که جوانای ایران راحت باشن دیگه زندگیشون راحت باشه خب بله با عرض سلام دوباره اینم از یکی از هموطنان
خوبمون که شهادتش رو داد. برنامه ما به پایان رسیده. هفته های دیگه ما به طور مرتب از افرادی هموطنان خودتون که شهادت دادن پخش میکنیم، شماها ببینید. در ضمن همزمان که این ویدیو داشت پخش میشد، یک هموطن گرامی به نام مهدی زنگ زده بود و درد دلی با من کرد. اون پیغام ایشون هم من به آقای دکتر گنجی رسوندم. آقای دکتر گنجی شما رو خط هستین، برنامه ما به پایان رسیده. اگر شما سخنی حرفی دارین گوش میکنین. خب سامیان عزیز، این گوشه ای بود از جریان دادگاه سه روزه، گوشه کوچکی بود از اون چی گذشت. مطمئن هستم هفته آینده NITV کمک میکنه که قسمت های دیگری از این دادگاه رو به سمع شما و به دیدگاه شما در دید شما قرار بدی. از اون هموطنی که از آلمان تلفن زدن، عزیزم شما که میدونین من با شما 4-5 دفعه اقلن هر دفعه 7-8 دقیقه نیم ساعت صحبت کردم. باید یه تصمیم خودت بگیری. من فقط حرف زدن من و شما کاری رو حل نمی کنه. یا میای به دادگاه یا مینویسی قشنگ و امضا میکنی و میری یه جایی میدی تاییدش میکنن امضا تو، با عکس و اینا میفرسی، یا نمیتونی بیای. اگه میتونی بیای من با کمال میل دوباره به شما فردا تلفن میزنم، ولی شما میدونید که من و شما حداقل 1-2 ساعت تلفنی با هم صحبت کردیم. انشالله سلامت باشین. و هم میهنون این بینها گوشه ای بود برای این دادگاه. دیدگاه سیاسی فرد اصلا مطرح نیست. برای این دادگاه خواهران و برادران و بچه های ما مطرحن که دارن در شکنجگاه های رژیم از دست میرن و اینطور میکشنشون، سر به نیستشون میکنن، هر کاری دلشون میخواد با این مردم ما میکنن. و باید شماها کمک کنید، کمک کنید که هرچه زودتر به بهترین وجه نه تنها اجلاس دوم رو بلکه سوم و چهارم و بعدیش هم داشته باشیم تا این رژیم رو سرنگونش بکنیم. انشاءالله. از شما خیلی تشکر میکنم، از رخسانم خیلی تشکر میکنم. بله منم خیلی از شما متشکرم آقای دکتر گنجی. خیلی محبت کردین. این برداری کردن و این برنامه رو قشنگ پخشش کردن. اگر این قسمتش رو همینو دیدم. انشالله هفته آینده ما کمتر حرف میزنیم و بیشتر این ویدیوها رو نشون میدیم که بتونیم به اکثر اونهایی که شهادت دادن برسیم. و به هر صورت از آقای آتابی هم تمنا میکنیم که وقت ذره بیشتر بدن که بتونیم تمام این ویدیوها رو به طور مرتب نشون بدیم. به هر صورت تاریخیه برای مردم ایران. بله کاملا صحیح. به هر صورت من از طرف خودم و رخسان گنجی از شما هم میهنان عزیز خیلی تشکر میکنم که با ما بودین، اجازه دادین ما در خونه هاتون بیایم در کنار شما باشیم. و انشالله تا هفته دیگه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. هر کجا که هستین خوب و خوش باشین به امید روزهای بهتر. خیلی متشکرم. خداحافظ شما.